مسلمان و چون یک امر حیاتی است، فقط با هوشیاری و درایت قلم سرنوشت به نتیجه دلخواه و مطلوب کشیده می شود. مردم قهرمان و سربلند ما با عبور از دشواری‌های فراوان انقلاب به این نتیجه رسیدند که باید خود تصمیم بگیرند و وارد عمل شوند. سلسله محترم جلیله روحانیت، محاسن سفیدان عزیز، برادران گرانقدر و همه شما حضار گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. میدانم اصالتاً از جانب خود و به نیابت از ستاد انتخاباتی خیش در سطح ولایت بلخ از استقبال گرم جوانان، مسئولین و شما محاسن سفیدان عزیز ولسوالی شلگر که تا تنگی چشم شفا جمعتان تشریف آورده بودین سپاسگزاری نمایم و منتی را که بر ما گذاشتین از شما تشکری کنیم و در عین حال معذرت هم بخواهیم. بیانیه خیر مقدمی که از زبان همسنگر عزیزم، برادر اندیشمندم، ابوذر زمان ما جناب آقای درویش همه استفاده بردیم. خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت و آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگری کشت. چنانچه که مردم شریف ولسوالی شلگر در جریان قرار داریم که ما در آستانه برگزاری دومین دور انتخابات پارلمانی بر اساس حکم قانون اساسی افغانستان که معتبرترین قانون در افغانستان هست قرار داریم و با گذشت هر روز به روز انتخاب سرنوشت نزدیک می شود و مردم عزیز ما و مردم وقت شناس ما و مردم حساس ما با درک مسئولیت های ملی و میهنی خیش علاقمندن که پروسه انتخابات را قدر بگذارند و با آمادگی های هرچه تمامتر در روز 27 سنبله با به دست گرفتن یک قطعه کارت رای دهیشان و پای صندوق های رای بروند و به نماینده مورد اعتمادشان و به شخصیتی که اعتماد مردم را بدیست آورده و می آورد برای آن فرد و آن شخص رای بدهند تا اینکه او فرد را برای یک دوره 5 ساله خدمت گذاشتن برای مردم به خانه ملت بفرستند. افغانستان امروز در یک شرایط جدی و حساس قرار دارد. روزی را که امروز افغانستان او را به خود اختصاص داده
و دارای اهمیت فوق العاده گردیده، در هیچ دوره تاریخی افغانستان این فرصت برای دولت مردان افغانستان و برای مردم افغانستان نبوده. دنیا آمدن با چشمان خود وضعیت افغانستان را ببینند. بیش از 40 کشور دنیا امروز در افغانستان حضور دارند. کشورهایی که اردویشان در افغانستان هست، همون کشورها در قدم اول و در قدم دوم اکثریت اعضای جامعه جهانی از مالیات سرانشان برای پیشرفت و ترقی افغانستان کمک میکنند. شاید شنیده باشین که نزدیک به 40 میلیارد در جریان 9 سال برای افغانستان دنیا یا کمک داده یا تعهد سپرده که کمک بکنن افغانستان. اما جای تشکر هست، جای قدردانی از دنیا هست. چیزی که برای ما افغانها جای سوال است ویست که آیا افغانستان به این اندازه فقیرند، نادارند، بیچاره هست که برای همیشه دست مردم افغانستان به جانب جلب کمک های دنیا دراز باشند. سوال اینجاست، جواب را که ما من حیث یک خدمتگزار صادق شما مردم بعد از گذشت 5 سال دوری وکالت و نمایندگی هم و اطلاعات که از حکومت و از دولت افغانستان دارم عرض میکنم که افغانستان کشوری فقیر نیست. افغانستان یکی از کشورهای ثروتمند و سرمایه‌داری است که مثالش در کشورهای همسایه نیست، نمونیش در کشورهای منطقه حتی نیست. معادن دست نخورده امروز در افغانستان هست. دل زمین افغانستان پر از سرمایه است. ما با داشتن چنین سرمایه ها چرا باز هم گرسنه هستیم؟ جوابش در ایست که افغانستان در کام اژدهای خصومت و دشمنی کشورهای منطقه و دنیا و از جانب دیگر در کام اژدهای بیسوادی و جهالت به صورت تدریجی جان میدهند. شما امروز اگر 162 ماده قانون اساسی که در 12 فصل گنجانده شده بخوانین و ببینین چیزی را ما من حیث شهروندان افغانستان سراغ نداریم که انتظار داشته باشیم که او در قانون اساسی افغانستان نیامده باشد. همه او مسائل در قانون اساسی آمده. برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان گفته شده که دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان دین مبین اسلام هست. ما دین حکومت لائق را در افغانستان نخواستیم. شما مردم در جریان رأی دادن به نمایندگان لوی جرگه تصویب قانون اساسی که با رأی شما بلوی جرگه تصویب قانون اساسی رفت، با اونها ای اجازه را ندادین که برای مردم افغانستان قانونی را بسازین که دولتش نسبت به دین رسمی مردم هیچ گونه وجه اشتراک نداشته باشند.